جمال و جلالیم، به دنبال کمال نیستیم اصلا، که بیایم میزون کنیم، تناسب بهش بدیم. چون به دنبال این نیستیم، دائما نقص رو با خودمون داریم. پس اگر بخوایم ملاحظه این معنا رو بکنیم، پس میخوایم ببینیم غیرت دفاع، نجابت شجاعت، حرکت، ایستادگی، تمام اینا در ظرف کمال میشه. جلال بدون ظرف کمال حالا میشه خشونت، تهدید، تعصب، سختی، قساوت. اینا همش در یه مقوله هستن، فقط چون تناسبشون با هم به هم میخوره اینطور میشن، که حالا اینجا میشه صلابت، میشه شجاعت، اینجا میشه عرض کنم که شقاوت دیگه صلابت نیست، سختیه. سختی با صلابت خیلی قریب المخرجن، اما صلابت شجاعت توش در میاد، نرمی هم واردش میشه، ولی دیگه تو سختی نرمی وارد نمیشه، شجاعت هم پیدا نمیشه، میشه خشونت. خب حالا اگر ما بخوایم تعصب و تهدید و خشونت و ستم رو با حد و شجاعت و غیرت و قیام و ایستادگی و شجاعت اینا رو معنا کنیم، دیگه چطور میتونیم معنا کنیم؟ رو این اصولی که داریم عرض میکنیم، اصلا ما دیگه نیازی به قاعده و قانون نداریم در تصحیح عالم و در شناخت مسائل. هر چی رو شما رو این قاعده بریدید و معنا کنید، به شرط این که قریب المخرجا رو اشتباه نکنه انسان، موضوعا رو به هم نریزه انسان، تناسب و تقابل اسما و تساوی و مسارعت اسما رو رعایت بکنه. هر چی رو بیاید دیگه شما حالا ببینید که خشونت یعنی چی؟ شجاعت یعنی چی؟ ایستادگی یعنی چی؟ تجاوز یعنی چی؟ تمام این رو این اصول بالانس میشه و هیچ گونه مشکلی در معنا کردن اینها پیدا نمی‌کنیم. حالا این رو که داریم عرض میکنیم، میخواییم واژه ها رو معنا کنیم. آقا چطور با اوکه تجر با ایلا تجر، چطور تو حمله میکنی؟ عرض کنم این کماله، من حمله میکنم این نقصه. بله اتفاقا همینطوره، یه جا شما حمله میکنی نقصه، من که حمله میکنم کماله. مثال که میزدیم اینطور، گفتیم آقا الان تو در خونتون یکی اومده یختون گرفته، او هول میده شما رو بندازه بیرون، شما هول میدی که خودت بکنی تو اونو بندازه بیرون. ببین اصلا ماهیتا یک چیزه، این زور میزنه، این زور میزنه، این میکشه، اون میکشه، هر دو دارن میکشن، اما یکیش داره صلابت به خرج میده، یکیش سختی، یکیش داره شجاعت به خرج میده، یکیش داره ستم میکنه، یکیش داره ایستادگی میکنه، یکیش داره خشونت میکنه. چجور باید داره معنی کرد دیگه؟ یعنی عکس اینا رو اگه شما بندازید دیگه از این شفافتر نشون نمیده. یعنی اگه بردارید این اسما و معانی و اینایی که داریم عرض بکنیم عکاسی بکنید، نقشه بکشید، دیگه از این قشنگتر نمیشه اصلا حرف بزنید. خیلی مطالب سرزاله و سنگی رو فرمانید، اما دمر شد اصلا که قادمه شد، حالا داریم ببین، الان داریم اون شاسی رو میبندیم که بعد این شاسی که محکم شد اونا همه دنبال مثل ریشه قالی میمونه. شما وقتی ریشه رو صفر بستی، حالا دیگه هرچی کوکار رو هم میاد موضوع مجبور پیش بره، اصلا دیگه نمیشه یکی رو به جای یکی دیگه بذاری، یه دونه گلا رو عوضی بذاری قاطی میشه. اون چیزی که ما عرض میکنیم اینه که دین، بیان دین بدون اصول و قواعد حرف مفت اصلا، بی خود. شما هر علمی میخوای بری باید قواعد داشته باشه، باید اصول داشته باشه، فقه میخونی باید اصول داشته باشه، فلسفه میخونی باید منطق داشته باشه، عرفان میخونی باید مبادی داشته باشه، قرآن میخونی باید بیانات داشته باشه. علم اسما و عالم طبیعت رو بدون اصول و قواعد اصلا حرف مفت شما بزنید. حالا میخوایم ببینیم خشونت چیه، ایستادگی چیه، سختی چیه، شجاعت چیه، قساوت چیه، متانت چیه، سستی چیه، نرمی چیه.
انفعال چیه؟ فعل چیه؟ تمام. یک مورد، این که میگم یک مورد، حالا البته من الان فکر نمی کنم، 50 سال دارم این فکر رو میکنم، یک مورد نمیشه نقص توش پیدا کنی، یه مورد نمیشه روی این اصول شک بکنی، اصلا نمیشه کوچکترین ترک و درزی توش پیدا بکنی، به خاطر اینکه چفت عالم هستی همین است. اصلا ما همش به دنبال کمال و جمال و جلالیم، بدبختیم. آبه چه درد میکنه؟ میگه خدایا به من یک دختری بده که انقدر زیبا باشه که از زلیخا بهتر، خب میره بدکاره میشه. خدایا به من یک سینه ستبری بده که به کوه بنازم، خب میده میشه صدام. این صدام سینه ستبری داشته چون کوه، یک آدم عرض کنن جلالی جلالی بوده که میگفتن اون موقع که تو بس بوده و جوان بوده اینها، وقتی تیر با اون سر نیزه کردن تو پار زد شکافتر کشته بیرون پای خودش بود. ولی به نکبت مبتلا میشه، این جمال با اون جلال، این میشه بدکاره، اینم میشه بدکاره، منتها این بدکاره از این طریق میشه اون بدکاره، اون اسافل اعضاش بدکاره، این اعالی اعضاش بدکاره میشه. در قلبه از ما رحمت نه تناسب داره، اصلا تساوی گفتیم، اسما متفاوت، اول و آخر تساوی داره، ولی شما وقتی میرسی به رحمت و غضب اون مسارعت داره دیگه، تساوی نداره. وقتی میرسی به غضب و رضا، همه جا همینطوره، تمام رو باید رو همین تناسب شما دنبال بکنید. که ما اشکال کارمون از نظر فنی، یعنی اهل کمال رو عرض میکنم، اهل سلوک رو عرض میکنم، اشکال اینا به دنبال تزایدن، به دنبال تناسب نیست.